رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خانواده شریف و مسلمان افغانستان خواران و برادران گران قدر جوانان نازنین هم از دختر و پسر در سر تا سر جهان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز روز دوشنبه است و برنامه ما طبق معمول خدمت شما از آریانا نیوز جهانی تقدیم میشه و من فرید یونس هستم در هفته ای که پیش روی داریم سه چهار روز بعد بخیر رمضان مبارک شروع میشه و رمضان یکی از ماهای بسیار بسیار واقعا که مبارک گفته شده مبارک است برای ازی که دایی نظر به تاریخ و حکم قرآن نازل شده و حق از باطل تفکیک شده و مسلمان ها دایی ما کسایی که عذر ندارن و مشکل ندارن روزه میگرن و در این چهار هفته که در خدمت شما هستم درباره رمضان و ایجابات رمضان و چیزایی که در رمضان مثلا مهم است خدمت شما صحبت میکنم. رمضان معلومدار قسم که شما میفهمین فوق العاده در زندگی یک مسلمان مهم است، یک مسلمان معتقد به قرآن، معتقد به خداوند و قرآن و رسالت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و اصحاب اجمعین. و ای ما یک ماه انسان ساز است، یک ماه جامعه ساز است، یک ماه است که انسان ها خود معلوم دار مسلمان، انسان های مسلمان خود با روزه نه تنها که تزکیه نفس میکنن و خود از گناه پاک میکنن و بسیاری مسائل دیگه هم معلوم دار در او نهفته است. در سوره بقره آیه 183 آمده که یهی الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی که ای مؤمنان بر شما روزه مقرر گردیده است همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند نیز مقرر شده بود باشد که تقوا پیشه کنید. در اینجا دو سه گپ بسیار مهم است. اولی که در شروع آیه آمده که یا الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان به چی؟ ایمان به قرآن. برای از اینکه مردم پیش از اسلام خدا را میشناختن، حتی همین کلمه الله که ما شما میگیم و در فرهنگ ما بسیار یک نام پاک است، همین نام الله پیش از اسلام در عرب وجود داشت. یکی و میگه که ای مؤمنان بر شما روزه مقرر گردیده است همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند نیز مقرر شده بودند. علما تفسیر میکنن که پیش از شما یهود و نصاراست، اما این بسیار وسیع تر است. من تحقیقات من نشان میده که این موضوع بسیار وسیع تر است. مثلا بودا که از پیامبران غیر مرسل است، از پیامبران غیر مرسل است. مرسل پیامبران است که وحی گرفتن و غیر مرسل پیامبران است که اینا وحی ندارن برشون الهام شده. او به اندازه روزه زیاد گرفت که تمام قبرهایش معلوم میشد از روزه گرفتن. پس روزه تنها در ادیان آسمانی نیست، روزه پیش از ادیان آسمانی هم بوده. و چون ما اعتقاد داریم که 1,24,000 پیامبر نازل شده و ما نمی‌فهمیم که تمام پیامبرا چند تاش در قرآن شریف تذکر یافتن، می‌فهمیم که در خاورمیانه اینا از مذرت می‌خوایم عرض اندام کردن، اما در پولی از شما می‌فهمین که شاید که در دیگر نقاط جهان هم در خراسان، در هندوستان، در
امریکای لاتین، ما نمیفهمیم که 1,24,000 پیامبر تنها در کجا نازل شده. اما چیزی که ما میفهمیم است که به ارتباط روزه، که روزه پیش از اسلام هم وجود داشته، روزه برای یهود و نصارا هم تجویز شده بود و روزه حتی در ادیان غیر سماوی و در ادیان غیر توحیدی و در ادیان که برای ازنا وحی نازل نشده بود، مثل که گفتم بر شما بودا هم وجود داشته. پس نو نیست. چیزی که در اینجا بسیار مهم است، میگه یا هی الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. ایمان به چی؟ به قرآن. برزی که بر شما گفتم که به خدا پیش از اسلام به خداوند اعتقاد داشتن. اینجا مسئله قرآن است. یعنی کسی که روزه میگیره، شما از روی چی روزه میگیرین؟ از روی کدام حکم روزه میگیرین؟ از روی قرآن روزه میگیرین. پس یهی الذین آمنو کتب علیکم سیام، ای ماه رمضان برای کسی است که او به قرآن اعتقاد داره، و کسی که به قرآن اعتقاد نداره او روزه نمیگیره. چی ای خود مسلمان بگویه، چی غیر مسلمان، خب بیاز روزه نمیگره. اما کسی که مسلمان است و خود مسلمان میگه و بدون عذر شرعی روزه نمیگره، معلوم است که به قرآن اعتقاد ندارم. این بسیار زیاد مهم است. و در آخر آیه 183 میگه که و لعلکم تتقون، که تقوا پیشه کنید. روزه شما را از بدی ها به دور نگاه میکنه. تقوا از وقایه آمده، یعنی شما را در مقابل بدی ها ای وقایه میکنه دیگه، شما هیچ ترسی نمی داشته باشین. چرا وقایه میکنه؟ برای کسی که روزه میگیره از فرق سر تا بند تا شست پای روزه میگیره. روزه تنها به دهن بسته کردن و آب ننوشیدن و خوردن غذا نیست. روزه یک تسکیه نفس عمومی است، یک دیسپلین خاص است برای ازی که چطور ما بتانیم که به حقیقت برسیم. یعنی کسایی که روزه میگرن، چرا روزه میگرن؟ برای ازی که اینا میخواین که رستگار شوند و از طریق رستگاری اینا به خداوند برسن. هیچ کس نمیتونه که واقعا حقیقت درک کنه تا ای که روزه نگیره. ای در ادیان پیش از اسلام هم بوده، در اسلام هم عین است. یعنی برای ازی که شما حقیقت درک کنین و تقوا پیشه کنین، و تقوا ایست که از تمام چیزهای بد شما دور به دور میشین و تنها تمرکزتان و فکرتان و هوشتان و گوشتان به خدا پرستی راجع میشم. اینال وقتی که مغز روزه میگره به ذکر خداوند است، زبان شما از غیبت به دور است، نمیفهمم، گوش شما یک چیز نادرست نمیخواه بشنوه، دست شما یک چیز نامطلوب نمیگره، پای شما در یک جای ناروا نمیره، برای که هر اعضای بدن مسئول است. پس هر عضو بدن روزه میگیره. قلب شما به ذکر سبحان و تعالی است و مغزتان قسم گفتم معلوم دار به فکرش است و چیز نادرست فکر نمی کنین. و این روزه معلوم دار روزه خاص است، برای که خداوند از بندگانش روزه خاص توقع داره. و این همی روزه خاص است که شما فکرتان و هوشتان و ذکرتان به خداوند است. از غیبت دوری میکنین، از فحش گفتن دوری میکنین، از تمام چیزهای بده که است در زندگی از این شما دوری میکنین. این همی جاست که شما با تقوا میگراین. وقتی که شما از بدی ها دوری کردین، شما به تقوا میگراین. وقتی که به تقوا میگراین، چی اتفاق میفته؟ که شما آستاستا آستاستا حقیقت درک میکنین، حقیقت خودشناسی را. برای از اینکه دلیل از اینکه شما روزه میگرین، ما شما باید سوال کنیم که آیا به خداوند به روزه ما احتیاج داره؟ ابدا نه.
و یک حدیث شریف است که یگانه چیزی که انسان بر خدا میکنه روزه است. دیگر تمام چیزایی که شما میکنین او بر خود میکنین. مثلا نماز شما میخوانین، نماز شما میخوانین، این را میفهمین که نماز اساسا بر خود میخوانین، بر خوبی های خود میخوانین، بر پیشرفت معنوی و فکری و روحی خود میخوانین. در غیر از او خداوند به نماز روزه ما شما احتیاج ندارم. زکات هم اگر میتین، زکات از تزکیه آمده، یعنی پاک ساختن، و شما نفس خود پاک میکنین، مالی که استفاده میکنین پاک میکنین، لباسی که شما میپوشین او را پاک میکنین، تمام چیزا بر شما آراسته میشه. یگانه چیزی که شما بر خداوند میکنین او روزه است. برای اینکه در روزه دیگه ریا نیست، شما در خانه تناستین، هیچ کس نیست، همسرتان نیست، اولادان نیست، و یخچال هم از نوشابه و آب یخ و میوه و اینا پر است، اما شما تنها خدا را حاضر میبینین و روزه میگیرین و دست نمیزنین، تنها هستین. اینجاست که شما در صدد خودشناسی میبراین. از این خاطر است که یک حدیث رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین است که کسی که خودش شناخت خدا را میشناسه، کسی که خودش شناخت خدا را میشناسه. پس یکی از دلایل عمده روزه خداشناسی، در پولی ازی که شما به خدا میرسین خودشناسی است. و باید ما شما همچنان سوال کنیم که وقتی که ما میفهمیم که خداوند به روزه ما احتیاج نداره و در این ماه گرم تابستان روزام دراز و ما روزه میگیریم، پس یعنی او خب روزه ما احتیاج نداره، پس چرا خواسته که ما باید روزه بگیریم؟ ببینید در اینجا هم رحمت و غفوری خداوند نهفته است که در اثر روزه شما به حقیقت میرسین و در اثر روزه شما معلومدار خود میشناسین. یک موضوع است. موضوع دیگه که بسیار جالب است که تحقیقات من نشان میده، ما میبینیم که خداوند در قرآن کریم میگه که خداوند سمیع است، یعنی که شنواست، یعنی هر چیزی که شما میگین خداوند میشنوه و خداوند از دلهای ما شما آگاهی داره. والله علیم به ذات صدور، خداوند از دلهای ما آگاهی داره. پس خداوند میفهمه که ما چرا، ما آیا ایمان داریم یا نداریم، وزی که از دلهای ما آگاست. و ایمان یک موضوع دل است، یک موضوع قلب است، یک موضوع فکر است، یک موضوع ظاهری نیست. ایمان یک موضوع دل است. و وقتی که میگه که من از قلبهای شما آگاهی دارم، او میفهمه که ما ایمان داریم یا نداریم. پس وقتی که ما را هم میشنوه و هم قلبهای ما را میفهمه، پس دلیل روزه ای چی است؟ ای بحث است که امروز امرای شما معلوم دار به پیش میبریم و حالا میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، من فرید یونس، گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون آریانا نیوز جهانی در خدمت شما هستم و از همکاران نازنینم، جوانان بسیار متعهد و پرکار در افغانستان تشکر میکنم که مرا در ساختار از این برنامه از کابل کمک میکنن. واقعا پس چرا ما روزه میگیریم؟ روزه فرض است، مسلمان هستیم، از پنج بنای مسلمانی است. این جواب های عنعنوی است، این جواب هایی است که بر ما در هزار سال گفته شده.
اما وقتی که ما بسیار عمیق میشیم به می حدیث مبارک که کسی که خودش شناخت خدا را میشناسه و ایران میفهمیم که روزه برای عزیزت که ما تقوا پیشه کنیم، در آیه آمده که لعلکم تتقون، در اینجا است که پس ما چرا روزه میگیریم؟ ما روزه میگیریم به خاطر از اینکه ایمان خود برای خود ثابت کنیم. خدا خو میفهمه که من ایمان دارم یا ندارم، او خو میفهمه، او خو گفته که والله علیم و به ذات صدور، او میفهمه که شما ایمان دارین یا ندارین. پس وقتی که شما روزه میگیرین و میخواین که تقوا پیشه کنین، شما ایمانتان برای خودتان ثابت میکنین. شما در روزه ایمانتان بر خود، از امی خود در شروع آمده که یه لذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. وقتی که ایمان آورده این انال شما ایمانتان بر خود ثابت میکنین. پس کسی که به قرآن اعتقاد نداره او روزه نمیگره، صحت داره، مریض نیست، در سفر نیست، هیچ عذر نداره، وقتی که ای بانه میکنه و خدا میگه من مسلمان هستم و روزه نمیگره، این معلوم است که اول به قرآن اعتقاد نداره و دوم ایمان نداره. برای از اینکه کس روزه میگره که میخواد که ایمان خود برای خود ثابت کنه، برای خدا ثابت نمیکنه. خداوند وقت قلبای شما رو میفهمه که شما ایمان دارین یا ندارین، اما ایمان خود برای خود ثابت کردن نمیتونه و این در نفاق زندگی میکنه، در دروی زندگی میکنه. و تقوا پیشه کنه لعلکم تتقون، شما را این زمین حالتها بلکل بیرو میکشن. این بسیار جالب است، این بسیار در دین شناسی از نگاه روان شناسی فوق العاده حائز اهمیت است که شما روزه میگیرین، بر از این روزه میگیرین که ایمانتان برای خودتان ثابت کنین و برای این روزه میگن شما یک شخص متقی و پرهیزگار و راستکار و رستگار شوین که 11 ماه آینده به مون نظافت و پاکی و صداقت زندگی کنین. شما را آماده میکنه به یک زندگی بهتر، شما را آماده میکنه به یک زندگی بهتر. باز آمده که در آیه 164 روزهای اندک شمار است، پس هر کس از شما که بیمار یا در سفر باشد تعداد از روزهای دیگر روزه بگیرد و برای کسانی که به دشواری آن تاب می آورند کفاره است و برای کسانی که به دشواری آن را تاب می آورند کفاره است که غذای یک بینواست در ازای هر یک روزه و هر کس به دلخواه خود خیر افزون انجام دهد چی بهتر، و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است. در آیات کریمه آمده که کسایی که در سفر است و کسایی که معلوم دار مریض است، پس سر مریض اول مسئله مریض است که سر مریض یا بیمار روزه فرض نیست. همچنان کسایی که در سفر هستند و امروز سفر بسیار زیاد است، اینا رو مسئله اول مریض بر شما میگم. یکی مریض است که معلومدار هر روز دوا میخوره، این مریض است، مریض است که در شفاخانه است، مریض است که در اثر گشنگی میتونه که بسیار شدید سردرد شوه و ایره بسیار خراب مریض، یک مریضی است در اثر گشنگی سردرد شوه، یعنی امی خودش یک مریضی است که آدم در اثر گشنگی میتونه که مریض شوه. اینال بعضی که شما ایمانتان برای خود ثابت کنین و چون شما روزه برای خدا میگرین و یکانه چیزی که شما میکنین برای خداوند معلومدار روزه است، ایج است که وقتی که شما نمیتانین فدیه میتین. پس اگر شما هم فدیه نمیتین و هم روزه نمیگرین، پس معلومدار شما یک آدم به ایمان هستین و شما ایمان ندارین، نه به قرآن ایمان دارین، نه به خود ایمان دارین، نه به شناسایی خود. شما در یک مثل استرونات امی فضانوردا که در فضا سفینه میبرن که هیچ جای نیست که بشنن، اما تو یک رنگ ملاق زده میرن از طرف، از اینکه قوی جاذبه در اوجه نیست، شما همونطور
معلق هستین، نمیفهمین که چی کنین. پس مسلمان ها، اگر شما مریض هستین و همچنان در متون دینی اومده کسایی که سرسفید است، کسایی که پیر است، مریض است، سرسفید است، سرسفید مثلا 70-80 سال است، قدرت روزه گرفته را نداره، پیر است، اینا از روزه معاف هستند. و مخصوصا یک تعداد برادران و خواهران گرامی هستند که از روی احساسات روزه میگیرن و اینا مریض میشن و خودم به زحمت میسازن، خانواده خودم به زحمت میسازن. دین اسلام دین احساس نیست، دین منطق است، دین حکم الهی به اساس یک منطق الهی است، نه به اساس احساسات شما. لذا من خواهش میکنم از یک تعداد زیاد سرسفیدهای ما که اینا به زور روزه میگیرن با ای که یک تکری دوا در پالیشان است و هر روز دوا میخورن، او طرف میخواین روزه بگیرن. و از یک کسی دیگه برشان میگه که والا خداوند سر دهم میکنه و چون او را قسم میسنن که یعنی تو باید روزه بگیری و وام زیر تاثیر همی گپا میره. نه، خود خداوند میگه که کسی که مریض است و باید روزه نگیره. پس یا شما مریض هستین، اگه دوا میخورین شما مریض هستین. اگه شما بسیار پیر فرتوت هستین و پیر شدین و تشناب رفتن براتان مشکل است، راه رفتن براتان مشکل است، پس شما باید که فدیه بدین. ولو که شما فدیه در امریکا $5 است فی روزه که $150 میشه، اگر شما همین پول ندارین، طور مثال $150 ندارین که بدین، $70 بدین، $80 بدین، $60 بدین، اما یک فدیه بدین. که این معنیش ایسته که او عوض میکنه اما مسئله که شما ایمان به خاطر این روزه میگیرین که ایمانتان رو ثابت کنین، که شما ثابت میکنین که شما ایمان دارین. اما اگر شما هم فدیه نمیتین و هم روزه نمیگیرین به خاطر پیری، به خاطر مریضی، به خاطر اینکه در سفر هستین و اینا، معلوم دار شما باید که سر ایمانتان باید فکر کنین که شما یک شخص با ایمان هستین یا نیستین. و معلوم دار یک تفاوت است بین کفاره روزه و فدیه روزه. فدیه اوست که شما مریض هستین فدیه میتین، شما در سفر هستین فدیه میتین، یا از هر عذر شرعی دیگه که شما دارین شما نمیتونین روزه بگیرین فدیه میتین. کفاره اوست که شما قصدن روزه میخورین. کسی که قصدن و عمدن روزه میخوره در اون صورت است که هر روز یک بینوا، یک غریب باید که نان بده، هر روز یک مسکین باید که نان بده. این تفاوت فدیه و و و و کفاره است. و اما داخل میگه که فهو خیر لهو، یعنی خیرتان دمیست که شما روزه بگیرین. یعنی اگر میتونین که روزه بگیرین و امکانات برای شما است، بهتر است که روزه بگیرین. یک تعداد است که سحری نمیخیزن به خاطر از اینکه برشان مشکل است. اما سحری بسیار زیاد مهم است به خاطر اول ثواب داره، سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است. اما در پلی از اگه بر شما بسیار مشکل است، خصوصا که کسایی که ترک درایو میکنن یا لاری یا کامیونای بزرگ درایو میکنن و اینا، حال شرایط زمان 1400 سال پیش نیست. و فقه یک زیبایی، فقه همیست که نظر به زمان و مکان که شما زندگی میکنن این فرق میکنن. در کشورهای اسلامی قسم که شما میفهمین در ماه رمضان امکانات و تسهیلات و اینا برای مردم، چون که تمام کشور مسلمان است، زیاد است. مثلا اول دفترها تا ساعت 2 بجه 1 بجه کار میکنن، طور مثال روز جمعه و پنجشنبه تا 12 کار میکنن، جمعه رخصتی است. حکومت و یا دولت و حکومت و تمام جامعه مسلمان است، پس اینا شرایط را آوردن برای مسلمان ها که زندگیشان در ماه مبارک رمضان آسان باشن.
اما عین شرایطی که در کشورهای اسلامی برای کشور مردم است، در کشورهای غیر اسلامی مثل ما که در امریکا هستیم نیست. هیچ بر ما بر حکومت امریکا و مردم امریکا و اینا هیچ مطرح نیست که ما روزه داریم یا نداریم یا میگیریم یا نمیگیریم، یک به اینا مربوط نیست، یک موضوع شخصی میشه. در یک کشور اسلامی مثل افغانستان میتونه که دین یک موضوع ملی باشه، بعضی که اکثریت تام مسلمان است، اما در کشورهای اروپایی و امریکایی و استرالیا دین یک موضوع ملی نیست، یک موضوع شخصی است. در این است که علمای کرام میگن که اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، باز میگم براتون اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، احکام نظر به اختلاف زمان و مکان که شما زندگی میکنه احکام ملوندار تفاوت میکنه. پس ما باید که سهولت های را بر خود بیاریم در جامعه ای که زندگی می کنیم که ماه رمضان بر ما آسان تر باشه. این حاله در بعد از وقفه تجارتی پس در خدمت شما هستیم و میگیم که شما چی باید بکنین کسایی که در این کشور نیست. با سلام مجدد، من فرید یونس از تلویزیون آریانا نیوز جهانی در خدمت شما هستم و در 4 هفته آینده و 5 هفته آینده انشاءالله اکثر مسائل روزه صحبت میکنیم و بعضی مسائل بر شما گفتیم. چیزی که دعای 185 آمده، ایام روزه ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده است و که رهنمای مردم است و آیات روشنگری شامل رهنمودها و جدا کننده حق از باطل در بر دارد. پس هر کس از شما که در این ماه حاضر مقیم بود بر عذر که روزه بگیرد و هر کس از شما که در این ماه حاضر مقیم بود بر عذر که روزه بگیرد و هر کس بیمار یا در سفر بود باید تعدادی از روزهای دیگر روزه بدارد. خداوند برای شما آسانی میخواهد و برایتان دشواری نمیخواهد تا سرانجام شما روزهای روزه را کامل کنید و خداوند را برای آن که رهنمونتان کرده است تکبیر گویید و باشد که سپاسگزار باشید. تمام مطالب بر شما تشریح کردیم. قرآن آمد که حق از باطل تفکیک کنه. باطل چیست؟ باطل هر چیزی که ضد توحید است. هر چیزی که ضد توحید است او باطل است. و هر چیزی که به توحید سازگار است او حق است. پیش از ما هم خدا را میشناسند. تو نبود که مثلا یهود و نصارا و اینا خدا را نمیشناسند. اما یهود و نصارا توحید را میشناسند. پس در اینجا مسئله حق از توحید است. و باطل او چیزی است که او در توحید شامل نیست. و در برنامه های گذشته بار بار بر شما تشریح کردیم مسئله حق از باطله که مسئله توحیده بر شما تشریح کردیم. و توحید یک بسته است، یک بافت داره به هم دیگه. تمام نظام هستی توحیدی است، هیچ چیز از هم جدایی نداره. ساینس با دین، خانواده با دین، سیاست با دین، علم با دین، اقتصاد با دین، همه چیز در شامل توحید است. و یک مسلمان متعهد به اسلام اوست که همه چیز در چارچوب توحید ببینه. هر وقتی که شما از توحید برامدین تصادم میکنه. همیال تمام این دیگرگونی های جامعه بشری به خاطر عدم شناخت توحید است. حتی در دانشگاه ها که خود دانشگاه میگرن یک فاکولته را ساختن به نام فاکولته شرعیات، یعنی شما تنها این مسائل شرعی را بفهمین. باز یک فاکولته دیگه است که به نام فاکولته ساینس، تنها شما ساینس را بفهمین. این خلاف توحید است. یک ساینتست باید تمام مسائل توحید شرعی را بفهمه و یک کسی که مسائل شرعی را میفهمه باید تمام مسائل ساینس را بفهمه. در یک رشتهش، اگر نه کلش نه یک رشتهش.
یک اشتباه بسیار کلان است که حتی در کشورهای اسلامی مرتکب شدن، که یک دپارتمنت در یک دانشگاه او را ساختن به نام فاکولتی شرعیات، باز یک دانشگاه یک دپارتمنت دیگه است به نام دانشگاه یا فاکولته ساینس. یعنی که شرایط به ساینس غرض نیست، ساینس به شرایط غرض نیست. این خلاف توحید است. یک ساینتیست خوب، یک جامعه شناس خوب، یک بشر شناس خوب، یک اقتصاددان خوب، یک سیاستمدار خوب باید که مسائل شرعی را بفهمه. و یک کسی که مسائل شرعی را میفهمه اقلا در یکی از این رشته ها باید که او بفهمه و در تمام رشته ها از هر چمن سمن یک معلومات داشته باشه. یک دلیل که ملا بسیار پسمان است برای که علوم دیگر را نمیفهمه و تحصیل یافته پسمان است برای که علوم شرعی را نمیفهمه، برای که اینا از توحید برآمدند. توحید یک بسته کامل است، هیچ چیز از هم دیگر جدا نیست. این می حق از باطل است که قرآن بر شما صحبت میکنه، که قرآن آمد که حق از باطل تفکیک کنه. تنها اینجا مسئله شناخت خداوند نیست، بلکه خدا را پیش از اون میشناختن. اینجا مسئله عقلانیت توحید است در جامعه بشری، ایکولوژی که چطور ما فضا و محیط زیست خود پاک نگاه کنیم، ما چطور غذای سالم بخوریم، ارگانیک بخوریم یا نچرال طبیعی بخوریم، باز ما جز از این خلقت هستیم. ما چطور یک اقتصاد موزون شده داشته باشیم که زیر قرض و سود و اینا نریم. ما چطور یک سیاست مدار قوی داشته باشیم که زیر اشغال نریم، قاتل نباشیم، که امروز سوا کم است که قاتل هم رئیس جمهور بسازن. مردم را نکشته باشیم، شهرها را بیران نکرده باشیم چنگیز خان واره. میکنش به خاطر ایست که مردم از توحید بر آمدن. لباس خوب بپوشیم. منطقه یک چیزی که در دین است که در دین اجبار نیست. دین یک هدایت است. یا شما تمام این همین مرکبات دین قبول میکنین یا نمیکنین. اگر نمیکنین که سر شما تحمیل کرده نمیتونن. در یک جامعه اسلامی معلوم دار دین تحمیل نمیشه، قسمی که در ایران تحمیل کردن، در عربستان سعودی تحمیل کردن، مردم حتما نماز بخونه. نماز فرض است، اما او خودش باید تشبث به نماز کنه، او باید حکمت نماز را بفهمه. تو سرش در بیرون بازار میاره نماز میخونه، در درون خانه خود نمیخونه. این خود اسلام نشد. اسلام بدل است. دین تحمیل نمیشه که حکومت های اسلامی ارزندان میکنن میخوان دین سر مردم تحمیل کنن، مگر به شرطی که در جامعه یک قانون باشه. قرآن اینه ملایش نمیخواین بفهمن. قرآن مرجع قانون است در اسلام و بعد از او احادیث ثقه حضرت رسول کریم و سنت درست حضرت رسول کریم که سنتش که یعنی جعلی نیست، اینا مصدر دوم قانون است در اسلام. ای هر دوی از این علما و دانشمندان میخوانن، از این قانون استنباط میکنن. پس در یک جامعه اسلامی برای ما بسیار زیاد مهم است که ما چطور میتونیم که با قانون زندگی کنیم، نه اینکه هر کس هر نفر در جامعه افغانی یک کس دو میزنه و فش میزنه بخاطر از اینکه بدل از اون مسلمان نیست یا خلاف چیزی که او از دین فهمیده او صحبت میکنه، او را دو میزنه و فحش میزنه و لعنت میگه. و ای خو یک انرشی میشه، ای خو یک هرج و مرج سیاسی میشه که هر کس دست به قانون ببره و قانون تطبیق کنه. فرخنده را چرا کشتن؟ و از اینکه در یک جامعه قانون نباشه و مردم پابند قانون نباشه اینه میتونه اتفاقات مفته. مردم حق ندارن که هر کس به کفر بگرن و تو روزه گرفتی و نگرفتی. و یک چیز دیگه هم بسیار خوب یادم اومد که یکی از آداب روزه هم نیست که شما هیچ کس پرسان نمیکنین که روزه داری یا نداری. یک موضوع شخصی یک آدم است با خداوند، یک رابطه خاص است از شخص با خدا. بسیار بهتر بگید شما اگر کس پرسان کنین روزه داری یا نداری، none of your business گفته امریکا، هیچی مربوط شما نیست. هیچ وقت کسی را پرسان نکنین که روزه داری یا نداری.
ای خلاف ادب اسلامی است. برزی که روزه یک موضوع شخصی است، دین یک موضوع شخصی است. وقت دین یک موضوع ملی میشه که علما و دانشمندا از قرآن مجید و ارشادات حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، قانون طرح کنن بر مردم بگن که این قانون است و شما و کل اجماع امت او را تایید کنه که این قانون درست است. مثلا نکتایی، آیا من نکتایی بپوشم یا نپوشم؟ یک موضوع شخصی است، هیچی به دین ارتباط ندارم. اما یک جامعه مثل ایران حکم کردن که این نیفام علامه صلیب است، ایران هیچ نکتایی نداره که هیچ به صلیب هیچ ارتباط نداره. اون موضوع هیچ به صلیب ارتباط نداره، قصه جداگانه است که یک برنامه دیگه براتون میگم. اما اونم قانون پاس شد، مردم مسلمان در ایران نکتایی نمیپوشن یا کراوات که خودشان میگن. اما اینم یک قانون است. میشه که ما در می امریکا هستیم به بسیار قوانین ما اعتقاد نداریم اما احترام داریم. همی امریکایی که من زندگی میکنم بسیار قوانینشان بسیار بسیار قوانین است که بسیار احمقانه است، هیچ بر مخور انسانی نیست، بسیار بیماناست. اما اونمون پاس شده از طرف اجماع امت. اینه میکشور هر کشور از خود یک امت داره، اونمو پاس شده، اونمو رو مردم احترام میکنن. در افغانستان هم ما شما نسل نو، جوانای نو، شما باید که به قانون گرویده شوین، از قانون پیروی کنین. من میشه برای دوستا مثال میتونم دمی امریکا اینجوری نیست که قانون کسی نمشکنانه یا کسی قتل نمیکنه یا دیگه، نه تو نیست، قانون مردم مشکنانه، اما باز مردم با قانون اکثرا زندگی میکنن. مثلا دو بیشه شما میبراین از خانه تان دو بیشه به اصلاح ما مردم پشه پر نمیزنه در روی سرک، اما در اونجا یک استاپ ساین است، یک علامه توقف است. اون اونجا یک آدم موتر خود برای یک ثانیه یا دو ثانیه توقف میده و از اونجا یک علامه است. این قانونگرایی است، قانونمندی است. پشه هم پر نمیزنه، دو بجه شب است. یک جامعه سرسبیل که میمونه به خاطر وجود قانون نیست. هر کس به کفر میگره، هر کس توهین میکنه، هر کس دو میزنه. یکو یک جامعه مدنی نشد، یکو یک جامعه اسلامی نشد. و روزه که آمده به خاطر زمین آمده که شما چطور میتونین که قانونمند شوین، با اخلاق شوین، متمدن شوین، عادل شوین، رستگار شوین، با تقوا شوین. و اینمی یک ما امی فرصت بر شما مهیا میسازه که شما در یک ما چطور از خود یک انسان دیگه بسازین. برای اینکه روزه انسان ساز است، روزه جامعه ساز است. روزه این است که شما دانتان رو بسته کنین، اونان نخورین و کنگیر دو بزنین و فش بگوین و باز از ماه رمضان رو خلاش شدین، باز امو خرک و امو درک. او تو نیست. این برکل غلط مردم فهمیده. یک ماه میدوان سر در رمضان تراوی کودگه کودگه کود، باز پس امو خرک و امو درک. میریم به یک وقفه تجاری کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان، من فرید یونس، گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون آریانا نیوز جهانی استم و شما آریانا نیوز جهانی رو تماشا میکنین که به روزای دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر در اروپا پخش میشه و ساعت 12 ظهر در امریکا و کانادا پخش میشه و همچنان تکرار برنامه عین وقت روز چهارشنبه پخش میشه. اینال ما در کسایی که در افغانستان زندگی میکنن و در کشورهای اسلامی زندگی میکنن کار از اینا بسیار آسان است، اما ما در اینجا به امو موضوعی که علما گفتن که اختلاف الاحکام بالاختلاف زمان، ما خود نمیدانیم که اینجا کار نریم، زندگی نکنیم برای از اینکه روزه میگریم. ما کار خود از دست میدیم، ما باید کارم بریم.
یک تعداد مردم هسته که اینا ترک یا لاری یا کامیون های بسیار کلان درایف میکنن و اینا 24 ساعت در راستن، در سفر هستن، برای اینکه اینا درایف میکنن. اینا باید فدیه بتن، برای اینکه اول اینا در سفر هستن، برای اینکه اینا سفر میکنن، حاجت به تشریح نیست، اینا در سفر هستن. و امروز تحقیقات جامعه شناسی نشان میده در امریکا که کامیون های بزرگ زیادترین تصادم در شهرها داره، به خاطر از اینکه کسایی که درایو میکنه با کمال تاسف اینا قدر خسته و مانده میشه که اینا را سر جلو خو میبره و اینا اکسیدنت میکنن، خودم میکشن و با خود 10 نفر دیگه، 10 موتر دیگه هم با خود میزنن و 20 نفر، 10 نفر دیگه هم میکشن. شما احصایه را ببینید در امریکا سرسام آور است. پس یک کسی که مثلا در امریکا کامیون یا لاری یا ترک هرچی که شما میگین درایو میکنه یا رانندگی میکنه، یه اول در سفر است، پس این بهتر است که فدیه خود 1.5 دلار فدیه خود به غریب و غربه روان کنه و نیت فدیه را بکنه و زندگی خود پیش بره. یکی دوم شاگردای است که در همین وقت سال اینا امتحان دارن، امیال امتحانات در امریکا شروع شده و تا 15 جون شاگردا امتحان دارن. در زمان حضرت رسول کریم این لابراتوار کیمیا و بیولوژی و اینا نبود، سیستم درس خواندن در اون وقت مثل امروز نبود. پس یک شاگرده که امتحان داره و او میره در لابراتوار کیمیا و در اوجه کت مواد کیمیاوی بازی میکنه، اگه سر از این گنگس میباشه و این نظر به روزه مثلا تفکیک کرده نمیتونه دوتا مواد کیمیاوی را و این باعث یک انفلاق میشه در امین سنف، این کت خود 30 نفر دیگر را میکشه. اینجاست که کسایی که امتحان دارن یا کسایی که فعلا در لابراتوار کار میکنن، اینا یا باید که روزه خود پسان بگرن یا فدیه بدن. برای اینکه شما هیچ وقت به خاطر تقوای خود و به خاطر دین و دینداری خود مردم دیگر را به خطر مواجه نکنین. به خاطر دینداری خود و تقوای خود شما 100 نفر دیگر را نکشین. این هیچ یک تعداد ملاها نمیتونن فکر کنن که در وقت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم لابراتوار کیمیا نبود و در اینجا شاگرد ها تحقیقات میکنن و مواد کیمیایی را گت میکنن و یک دفعه انفلاق میکنن. اشتوپ است مواد کیمیایی، مواد گزدار است که از چشمتان او میاد. پس شاگردای نازنین، کسایی که شما در کشورهای غیر اسلامی و امکانات برتان ضیق است، شما یا فدیه بدین یا پسان روزه بگیرین. شما بسیار ثواب زیادتر میکنین که اول فدیه تانه بدین اما پسان روزام بگیرین، بعد از امتحانا و اینا که خلاص شد روزه تان هم بگیرین، اما یک فدیه باید بدین که ثابت کنین که شما یک آدم با ایمان هستین. اینجا یک رابطه شما به خداست، اینجا یک رابطه شما به خداوند است که شما ثابت کنین که شما یک آدم با ایمان هستین و وقتی که در ساو اینا خلاص شد شما از او باید که براین. پیلوت در زمان حضرت رسول کریم خود طیاره نبود یا هواپیما و پیلوت ها همیشه در سفر هستند. در اوجه که میرن اینا مسافر هستند، پرواز میکنن، 24 ساعت بعد اینا پس پرواز میکنن و بسیار مهم است. و تیاره امروز 500 نفر یک تیاره 300 نیفام ایربیوس فرانسوی 350 کت عمله و فعاله اینش 4500 نفر در این تیاره است. چطور یک پیلوت میتونه که زندگی 500 نفرت به مخاطره پرته به خاطر زیک روزه میگره؟ اولی که در سفر است، اینجا قرآن گفته که در سفر است. دوم که او از اونجا که تام میشه در آلمان یا در یک جای دیگه تام میشه، او باید که 12 سال بعد یا 24 سال بعد پس سفر کنه. این کسایی هستن که باید که معلوم دار فدیه بدن، نه که روزه بگیرن تا جان خودم نگاه کنن و دیگرار هم اینا معلوم دار به مخاطره نپردن.
وبعدين ذاك الشورى غير اسلامي يك حديث شريف استك كه بوي دهن روزدار به مشك ميمونه يك حديث بسيار درست است كسي كه روزه ميگيره او مالمدار ميديش خالي ميباشه و از دهن زي يك بوي بيرو ميشه اي بالكل درست است ای که حضرت رسول کریم گفته که بوی دهن روزدار به مشک میمونم از اینکه شما از خاطر خداوند روزه گرفتین و او معلومدار در پیش خداوند به مثل مشک میمونه نه پیش انسان. او عطر یا بویی که از عطر نه او بویی که از دهن شما میبراید نظر به میدی خالی او پیش خداوند یک چی داره یک عطر دیگه داره نه پیش مردم عادی. پس شما مسلمانایی که در غرب زندگی میکنین وقتی که شما که یک امریکایی اروپایی و کانادایی و استرالیایی کار میکنین و دهن شما بوی میده میگه که اینا چه قسم مردم کثیف هستن که اینا حتی دهن خود نمیشوین. پس گفته که شما روزه بگیرین نه ای که کثیف باشین، روزه بگیرین نه ای که کثیف باشین. شما باید که کریم دندان و برستان امرایتان داشته باشین، برین دندانایتان کریم کنین، پاک کنین، پس بیاین که دهنتان بوی نده و از اینکه شما معرف یک اسلام مترقی و متمدن و پیشرفته هستین. اسلام آمد که شما را متمدن بسازم، اسلام آمد که شما را با اخلاق بسازم. یک آدم با اخلاق دهنش بوی نمیده، یک آدم متمدن دهنش بوی نمیده. لذا شما کسایی که در کشور اسلامی یا روز جمعه که هیچ روز یک شنبه که ما هیچ جای نمیریم اگر ما تا آخر روز هم دان خود نشویم پروا نداره، کل در خانم میفهمه که روزه داره میدهش خالیست، یک بوی دهن داره، یا که کل مسلمان ها اینه میفهمن این موضوع را، درکشه دارن، فهمشه دارن، اما خارجی ها خود ندارن. شما معرف اسلام هستین بر دیگرا. سری را برتان گفتم، سری بسیار ثواب داره، سنت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است و بخیزین سری بخورین، برای از اینکه تمام انرژی شما به تقلیل میره و سری برای شما یک انرژی میده و زیاد پرخوریام نکنین. اما یک چیز باید بخورین، یک چیزی که خوش دارین باید بخورین، کمو انرژی لازمه بگیرین که تا بتونین که یک روزه یعنی واقعا درست گرفته بتونین. برای اینکه از نگاه دین شناسی اسلام، از نگاه دین شناسی اسلامی بگویم نه تمام ادیان، از نگاه دین شناسی اسلامی غذا برای یک مسلمان غذا میخوره که او انرژی پیدا کنه که شما عبادت کنین. این مسئله در کتاب احیاء علوم الدین از امام محمد غزالی توسی 1000 سال پیش نوشته شده که هدف از غذا خوردن در اسلام شکم پر کردن نیست، هدف از غذا خوردن در اسلام انرژی گرفتن است برای عبادت خداوند، که شما انرژی لازمه بگیرین که شما عبادت کنین. پس شما باید سحری بخورین که شما انرژی بگیرین که 12 ساعت از 13 ساعت از شما باید که یعنی بتونین که روزه بگیرین. این بسیار مهم است، وقتی شما عبادت میکنین، نماز میخونین، قرآن میخونین، نمیشین تمام روز زوف بفتین از گشنگی. پس سحری بسیار زیاد مهم است که شما باید سحری بخیزین و دستدانتان بشوین و با وقت بخیزین. برای شما یک ارگانیزیشن تایم و سازماندهی وقت هم برای شما میته، یعنی بسیار زیاد مهم است شما باید سریع بخورین. و مسئله دیگه که در ماه رمضان بسیار مهم است مسئله کمخوری است، برای از اینکه یکی از دلایل صحی که رمضان باز مسائل اقتصادی رمضان است، مسائل صحی رمضان است، مسائل تنها مسئله بود تقوا و بود خداشناسی نیست، و از اینکه تمام از این سودها و مفادهایی است که شما از رمضان میبرین باید که شما خود عادت بتین که شما چطور میتونین که معلومدار کم بخورین، یاد بگیرین، خود ترین کنین که چطور
چطور شما کم بخورین، کم خوری رو شما چی کنین، خود عادت بدین. و یک چیزی است که در دو سه روز اول شاید بر شما سخت باشه، اما میتونین که شما ایره عادت بتین و خود کم بخورین. کسایی که سیگرت میکشه تا میده که سیگرت ایلا کنه، کسایی که اگه عمل خراب داره میتونه که از عمل خراب برایه. و کم خوری شما باید که عادت کنین که چطور میتونین در ایما شما یاد بگیرین که کم بخورین. و مسائل سیهی هم است. میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، قسمت اخیر برنامه است. ما دعا میکنم که خداوند بر ما شما یک روز شنبه، شاید که چی باشه، رمضان باشه، 27 ماه می، با اینکه هوا گرم می باشه، من فکر میکنم من خودم یک سالایی که روزه گرفتیم، من به این اعتقاد دارم که همقدر که ما میخواییم که ایمان خدا برای خود ثابت کنیم، من فکر میکنم که روزه به نیت هم بسیار شدید ارتباط داره. وقتی که شما صبح 3 بجه شب میخیزین و یک وضو میگرین و یک کمک ور قرآن میخوانین، یک کمک سحری میخورین و پیسی که وقت پوره شوه استاد میشین روی به قبله و نیت میکنین که من برای تو روزه میگرم، به خاطر تو روزه میگیرم، به خاطر از اینکه ایمان خود برای خود ثابت کرده باشم من روزه میگیرم، و برای از اینکه من رستگار شوم، مرا کمک کن که من رستگار شوم، مرا کمک کن که من گناه های من پاک شوه در این ماه مبارک. من فکر میکنم که شما قطعا روزه را نمیفهمید. من شما باور کنین که من یعنی مردم سردرد میشن، یعنی من خودم شخصا در ماه غیر رمضان اگه چیز نمیخورم من سردرد میشم همیشه، از مخدم همیشه، حتی در موترم یک بادام و پسته و اینا رو در موتر خودم دارم. بعضی که آدم به اینجا بسیار آدم در امریکا هر طرف زیاد میره و در سر سرک میمونه و اینا، آدم گشنه میشه یک نفع. اما باور کنین در ماه رمضان من قطعا گشنه نمیشم. و من امیره چندین بار از خود سوال کردیم که این چطور امکان داره که من در غیر رمضان گشنه میشم که سرم درد میگیره، اما در رمضان هیچ گوشت نمیشم. یگانه دلیلش اینه میسته که من در ماه رمضان نان که میخورم در سحر استاد میشم با وضو و طهارت، استاد میشم روی به قبله و نیت میکنم که الهی من این روزه را به نام تو و بر خودت گرفتیم، مرا کمک کن که رستگار شوم، مرا کمک کن که من با تقوا شوم، گناه های مرا ببخش، اگر از گپ ما دهن ما یک گپ ناسزا برآمده باشه مرا ببخش، مردم مرا ببخشن. من فکر میکنم که با یک ایمان بسیار قوی و در پلوی از او یک نیت بسیار قوی شما تشنگی و گشنگی رو نمیفهمید. بعضی که مایی که به خدایی که اعتقاد داریم کو ما را هر دقیقه هر ثانیه هر دقیقه چی که هر ثانیه میبینه و از قلب های ما آگاست، از نیت ما آگاه، از اعمال ما آگاه، او ما را کمک میکنه که امروز روز بسیار به مو بهترینش ما سپری کنیم. و این یک گپ است. و گپ دیگه ایست که کوشش کنین که در ماه مبارک رمضان اگه بتانین دوستا و خویشاوندا اینا را به سر سفرهتان دعوت کنین، شما دعوت از اونا را قبول کنین، و از کسایی که شما با او یک شکر رنجی دارین، اینمی بهترین حاجت به عید نیست، منتظر عید نباشین، اینمی بهترین وقتش از کوره بر سر سفرهتان دعوت کنین که هر چی بود گذشت، اگه اشتباه از ما است من معذرت میخوام، اگه اشتباه از شما ما از بینندگان خود معذرت میخوام، هر چیزی که ما گفتیم ما در چارچوب تحقیقات صحبت میکنم و عقاید شخصی ما و دینی ما و سیاسی ما این موضوعات شخصی ما است، اما من یادم نمیاد که من خدای ناخواسته کس را توهین کرده باشم یا خدای ناخواسته کس را
داو فاش بر زیکو در اسلام نیست که یک مسلمان و کس داو گفته باشه و فاش گفته باشه و لعنت گفته باشه که بسیاری مردم در فیسبوک یکی دیگر هم میگن. 30 سال است که دین تبلیغ میکنم، الحمدلله ما قواعد خود گفتیم، مردم تنقید کرد، انتقاد کردیم، رفتن در کنگرس امریکا دیس خود در امریکا در امریکا دیس خود یکی کردن نامشون مسلمان، ما ایران انتقاد کردیم، نکاح 4 ساله رو گفتن رواس، ما اینا رو انتقاد کردیم. کجا آمده که نکاح 4 ساله رواس؟ در کدام حدیث آمده که نکاح 4 ساله رواس؟ طور مثال ما اینا رو هم نوشته کردیم، مؤدبانه هم انتقاد کردیم. اینا عالم دین نیستن. دین خود نشد که یک 4 تا آیت از یاد کردی، یک 4 تا حدیث از یاد کردی و یک ریشک ماندی و در پشت تلویزیون آمدی ششتی فکر کردی که عالم دین شدی. نه، دین بسیار وسعتش بسیار بزرگ است. هر کس نمیتونه که زود کنه عالم دین. هیچ اساسا عالم دین نه در هیچ جای دنیا نیست، نه در ایران، نه در عربستان، هیچ جای بعضی که دین بسیار بزرگ است، بسیار وسیع است. یگانه کسی که میتونه که کار مردم نظر به ایجابات زمان حل کنه و خودش درای حق و عدالت و راستی باشه، دستش به خارجی بسته نباشه، چیزی که برای خود میخواد برای یک برادر خود بخواد، نمیفهمم، صادق باشه در کار خود، حریص نباشه، قدرت طلب نباشه و امثال هم. این بود برنامه امروز ما از تلویزیون آریانا نیوز جهانی. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. رمضان مبارک و رمضان شما کریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس تشکر.